سخنگوی قوه قضاییه گفت دستگاه قضا درباره حضور وکلا در مرحله تحقیقاتی پرونده‌های امنیتی نص قانون رو اجرا می‌کنه. محسنی اجری گفته ما هم به تعیین وکلای متهمان پرونده‌های امنیتی از سوی دستگاه قضا انتقاد داریم. اون موقع هم که در مجلس مطرح شد دیدگاهمون رو مطرح کردیم. گفتیم آقا این از دو جهت اشکال داره. یکی از جهت اجرایی، یعنی ما بگیم که رئیس قوه قضاییه بیاد هر وکیلی که میخواد تو برنده امنیتی باشه شخص ایشون تایید بکنه، من از اجرایی کار مشکلی است. ما بریم وکلا رو شناسایی بکنیم، بعد شخص رئیس قوه قضاییه هم باید تایید بکنه، او باید علم پیدا بکنه و از لحاظ اجرایی میگفتیم مثلا کار مشکلی است و چرا چنین وظیفه‌ای را به دوش شخص رئیس قوه قضاییه بگذاریم. یک جنبه دیگه است از جنبه باز ماهیت قضیه بود و احیانا باز همین مسائلی که همین امروز هم ممکنه بعضیش مطرح شده باشه که ما گفتیم که خب حالا فرض کنید رئیس قوه قضاییه یه عده‌ای رو تعیین کرد، خب با چه معیاری، با چه ملاکی؟ شما در قانون نگفتی با چه معیاری، با چه ملاکی ضابطش را خود رئیس قوه قضاییه تعیین کنه؟ شما که نفرمودید در قانون که این شرایط رو داشته باشه و بعد رئیس قوه قضاییه بر اساس این ملاک‌ها و معیارها مثلا فرض کنید تایید بکنه. گفتید آقا به تایید رئیس قوه قضاییه برسید، پس ملاکش رو خود رئیس قوه قضاییه باید تعیین کنه. خب این ملاک‌هایی که باید تعیین بکنه فردا ممکنه مورد سوال قرار بگیره. سخنگوی قوه قضاییه افسود پیشنهاد دستگاه قضا درباره اصلاح این قانون هم الان در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسیه.